خب در سه جلسه گذشته این مجموعه از مهبانگ تا شگفتی های مغز آدمی داستان را از لحظه خلقت مهبانگ شروع کردیم، به سرعت اومدیم و رسیدیم به سیاره زمین. مراحل تشکیل حیات رو در سیاره زمین دنبال کردیم، کمی با شیمی عالی و ساختار شیمیایی اسیدهای آمینا آشنا شدیم، تحول و تکامل موجودات زنده رو مطابق نظریه‌های علمی بررسی کردیم تا رسیدیم به تولد یک انسان. مراحل در اصطلاح جنینی شو یک نگاه سریع کردیم از لقا تا زمانی که متولد میشه، و قصدمون اینه که در جلسه آینده هم بریم سراغ شگفتی های بسیار زیادی که در مغز آدمی وجود داره. مغزی که همونجوری که اشاره کردم در اون کار صوتی در فراغ یار هم اشاره کردم سالهای 17 سال پیش، اگر شگفتی هاش شگفت آورتر از کل شگفتی های جهان هستی نباشه به هیچ عنوان کمتر نیست. همون مغزی که در واقع در روند تحول و تکاملش در حدود 2 میلیون سال پیش وقتی که اجداد در واقع ما یعنی میمون های انسان نما انسان های قبل از ناندرتال ساکن زمین بودن، 1 میلیون سال طول کشید تا بتونن متوجه بشن که اون سنگی که پیدا کردن که تیز میشه ازش به عنوان شکار و این تشکیلات استفاده کرد، اگر یک چوبی هم بهش وصل بکنن تبدیل میشه به یک سرنیزه و ابزار مفیدتریه. 1 میلیون سال طول کشید تا اینو فهمیدن. اونها رفتن و جاشون رو دادن به انسانهای ناندرتال. انسانهای ناندرتال هم در حدود 50,000 سال پیش رفتن و جاشون رو دادن به ما انسانهایی که خودمون رو انسانهای خردمند هم معرفی میکنیم، هوموساپینس. اما از دید انسانهایی که در آینده گام بعدی تحول و تکامل رو طی خواهند کرد، با خودشون میگن که اینا رو باش، همجور که ما اونها رو مسخره میکنیم که 1 میلیون سال طول کشید تا این بستن چوب و به سنگ فهمیدن، اونا میگن اینا رو باش، اجداد ما رو باش، 2000 سال طول کشید تا فهمیدن اگر دو تا سنگ سبک و سنگین با هم رها بکنن اینها به چه شکلی به زمین میرسن. همجور که میدونید بارها صحبتش به شما در ویدیوهای مختلف، 2000 سال به حکم عقل سلیم بشر فکر میکرد که اگر یک سنگ سبک و سنگین رو از بالای یک ارتفاع مشخصی بتونه صورت اولیه رها بکنه، بدیهی است که به حکم عقل سلیم سنگینه اول میخوره به زمین. تا اینکه 6700 سال پیش گالیله رفت بالای برج کج پیزا وایساد، دو تا سنگ سبک و سنگین رو با هم رها کرد و گفت ای اهالی عقل سلیم که در پایین برج ایستاده اید، ببینید و نظاره کنید که این دوتا سنگ با هم میرسن به زمین برخلاف تصور عقل سلیم. و اونجا بود که عقل سلیم جا چه داد به علم در مفهوم امروزی، یعنی آزمایش و مبتنی بر تجربه. خب حالا ببینید که باز همین انسانهای آینده با یک تحول تکامل در مغز اینها وضعیت ماها رو به چه شکل میبینن، میگن که اینا رو باش، 2000 سال طول کشید اینو فهمیدن. تمام عمر زندگیشون هم چندین هزار سال، 10,000 سال، 20,000 سال اینها زدن تو سر کله همدیگه، همدیگر رو کشتن، همه چیز رو داغون کردن، نابود کردن به خاطر مسائلی که مرغ پخته تو دیگه خندش میگیره. و اگر احتمالا جلوی این مسائل جلوی بچه های خودشون بذارن در آینده، اون بچه ها همه این مسائل ظرف یکی دو دقیقه فکر کردن متوجه میشن که چی درست بوده چی غلط بوده. ولی ما سر اینها هزاران ساله که داریم همدیگر رو لط و پار میکنیم و میکشیم و نابود میکنیم. نتیجه این که آشنا شدن با این داستان شگفتی های جهان هستی و شگفتی هایی که در مغزمون وجود داره، مزایاش معایبش، دست کم این توانایی قدرت به ما میده که الان هم اگر مطالبی رو درست متوجه نمیشیم، دست کم به خاطر نفهمیدن این قضایه یا به خاطر اختلافی که با دیگران داریم تو سر کله هم نزنیم و همدیگر رو نکشیم. اون بابایی که میگه خورشید دور
زمین نمیچرخه، زمین دور خورشید میچرخه، این رو فورا نزنیم بکشیمش. یا اگر یکی برگشت گفت جریان به اصطلاح خلقت ما آدم ها روی زمین چنین مسیر رو طی کرده، دست کم نزنیم بکشیمش، بگیم بسیار خوب شما داستان اجداد خودتون رو توضیح میدید ولی ما داستانمون با شما فرق میکنه. در اون مجموعه جنگ سخن یک لطیفه رو تعریف کردم، بچه از مادرش میپرسه که مامان ما آدم ها چجوری به اصطلاح به دنیا اومدیم؟ اون میگه که از به اصطلاح داستان آدم و حوا رو تعریف میکنه. بعد میگه که ولی بابا که میگه که ما از نسل میمون به دنیا اومدیم. مادرش میگه که پدرت هم درست میگه ولی اون داره داستان به اصطلاح اجداد خودشو میگه، من داستان اجداد خودمو به شما گفتم. حالا دست کم میشه سر یه سری مسائل هم اینجوری نزنیم همدیگر رو بکشیم و همدیگر رو تحمل بکنیم، بگیم که خب حالا شما داری داستان اجداد خودتو میگی، ما هم داریم داستان اجداد خودمونو میگیم. خب پس به هر صورت بریم سراغ ادامه مبحث، که در ادامه مبحث یه مقداری هم باز با تحول سیستم عصبی از جانداران بسیار ساده تا انسان آشنا میشیم. بعد میریم سراغ یک کمی آشنایی با یکی دو تا مطلب در دنیای الکترونیک و کامپیوتر. چرا؟ به دلیل اینکه آشنایی با این مطالب کمک میکنه برای اینکه ما ساختار مغز رو بهتر درک بکنیم. و باز مجدداً با تکیه بر این مطلب که من مطالب رو به زبان ساده و فرمی بیان میکنم که برای همه گروه های در واقع حتی سنی و تحصیلاتی قابل استفاده باشه، چون باز همونجوری که در اون مجموعه صوتی گفتم به نظرم انسان ها همه باید یک کمی فیزیک و کهانشناسی، یک کمی زیستشناسی، یک کمی تاریخ و یک کمی فلسفه بدونن. فیزیک و نجوم بهت میگن که دنیا اینقدر عظیمه که تو و همه کهکشانت هم توش به حساب نمیای، اما زیستشناسی هم بهت میگه که خودت رو هم خیلی دست کم نگیری، که عظمت همون سلولای خاکستری مغزت کمتر از اون کهکشونا نیست. فلسفه هم بهت کمک میکنه که یه جوری بتونی وجود خودت رو تو این دنیای عجیب و غریب توجیه کنی و یا لااقل یک جوری تحملش کنی. و تاریخ هم بهت یاد میده که حالا که هستی و مجبوری که توش زندگی بکنی چجوری باید باشی. و هر صورت بنابراین و چون خب خیلی ها حتی ببینیم در سرزمین خودمون متاسفانه شرایطی را نداشتن که حتی تحصیلات ابتدایی رو انجام بدن، بنابراین برای اینکه این گروه از افرادم کلیتی از مطالب دستشون بیاد، برصورت مطالب رو به سبکی بیان میکنم که این گروه از افرادم بتونن استفاده بکنن. بنابراین دوستانی که با این مطالب آشنا هستن یا میتونن از این مطالب رد شن یا اینکه برصورت صبر و تحملی داشته باشن تا برسن به مطالب مورد نظر خودشون. به هر صورت این جلسه رو به این شکل تموم میکنیم بعد از آشنایی با مطالب الکترونیکی، و در جلسه آینده میریم سراغ ساختار بسیار بسیار پیچیده و حیرت آور مغز آدمی.